به نام خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی ازتون ممنونم که با ما همراه هستین و با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون ما رو همراهی میکنین. رسانه های چینی تیتر زدن که تهران و پکن در جهت برقراری صلح در منطقه گام برمیدارن. وبگاه شبکه CGTN نوشته چین و ایران در حال برداشتن گام های معنادار به سمت منطقه صلح‌آمیزتر هستند، زیرا شرایط شکننده جهانی همچنان تحت تأثیر طرح‌های هژمونیک و تک قطبی قرار داره. به گزارش این رسانه عزیزان، ایران اتصال منطقه خود و ایجاد مشارکت های استراتژیک با سایر کشورها از جمله چین را در اولویت قرار داده. علاوه بر این، رئیسی از هفته های ابتدایی ریاست جمهوری خود تلاش کرده تا ایران را از اولویت های سیاست خارجی تفرقه انگیز آمریکا در منطقه جدا کند. تهران به دنبال عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای یا SCO است که عضویت آن از سال 2021 آغاز شده و قرار است در اجلاس بعدی سازمان همکاری های شانگهای که قرار در سمرقند و ازبکستان در اواسط سپتامبر 2022 برگزار بشه نهایی گردد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خطاب به وزیر دفاع چین که اردیبهشت ماه به تهران سفر کرده بود، از تمایل ایران برای همکاری نزدیکتر با چین به منظور مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و ایجاد ثبات در منطقه از طریق همکاری قدرت‌های مستقل و همفکر صحبت کرده بود و گفته بود که تهران روابط خود با پکن را راهبردی می‌داند. وزیر دفاع چین هم گفته بود که بهبود روابط ایران و چین امنیت را به ویژه در شرایط بحرانی و پرتنش کنونی تأمین می‌کند. او سپس با همتای ایرانی خود محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران دیدار کرد و بنابر گزارش ها از او و دیگر مقامات نظامی ایران برای بازدید از چین دعوت به عمل آورد. آشتیانی در ملاقات با وزیر دفاع چین به شدت از حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و جاهای دیگر انتقاد کرد و گفت هر جا که آمریکا حضور نظامی داشته، امواج ناامنی، بی‌ثباتی، شکاف، بدبینی، جنگ، ویرانی و آوارگی به راه افتاده است. حالا بشنویم اعتراف مهمان شبکه جنگ طلب سعودی اینتر آشغال رو. میگه نه اسرائیل و نه حتی آمریکا دیگر توانایی حمله به ایران رو نداره. اسرائیل که به اصطلاح در خط مقدم مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای ایران هستش، اگر امکانش رو داشت و حالا موانعی نبود یا احتمال وقوع یک نتایج غیر منتظره ای رو نمیداد، تا الان صبر نمی‌کرد و حمله کرده بود به تاسیسات هسته‌ای ایران. کما که ما می‌دونیم در سال 1981 به تاسیسات هسته‌ای عراق حمله کردش، سال 2007 به تاسیسات هسته‌ای سوریه در دیر الزور حمله کرد. بنابراین اگر اشکالی نداشتش این کار رو می‌کرد. مورد دوم که به نظر من مانع از یک درگیری برنامه‌ریزی شده میشه، مسئله نفت و قیمت‌های انرژی و تورم در آمریکا هستش. رسانه‌های اسرائیلی هم با تیترهای معناداری به نزدیک شدن بیش از پیش چین و ایران واکنش نشون دادن و اونطوری که بوش میاد، ایران میخواد چین نقش پررنگتری تو سوریه داشته باشه و پای چین رو به صورت جدی به سوریه باز کنه. اسرائیل درباره قراردادهای جدید تجاری بین چین و سوریه ابراز نگرانی کرده و گفته چین در پوشش این قراردادها به دنبال تجهیز ارتش سوریه، بازسازی خرابی‌های جنگ و آموزش نظامی ارتش سوریه است. پیشرفت‌های اقتصادی و نظامی ارتش سوریه نگرانی‌هایی رو واسه ارتش رژیم صهیونیستی ایجاد کرده. اسرائیل گفته که حمله به تأسیسات سوریه با وجود مستشاران چینی به شدت سخت میشه و وجود آنها آزادی عمل رو برای ما به شدت محدود میکند. در جریان هستین دیگه. سفیر چین در سوریه هم چندی پیش از آغاز روند روبروشت مشارکت کشورش در بازسازی سوریه خبر داده بود. فنگ بیاو، سفیر چین در سوریه، در گفتگو با الوطن تأکید کرده بود که روابط سوریه و چین شاهد پیشرفت بزرگی بوده، به ویژه بعد از تماس تاریخی بین رؤسای جمهور دو کشور و سفر موفقیت آمیزی که وزیر امور خارجه چین به دمشق داشت. سیاست نگاه به شرق دوستان در دولت 13 تا حدود زیادی تقویت شده و با گفتگوها و رایزنی‌های مقامات دو کشور در حال استمرار تداوم هست. گرچه که مشارکت راهبردی ایران و چین در قالب سند توافق همکاری‌های دو کشور و بر اساس بازه زمانی 25 ساله خودش رو نشون میده، اما این همکاری‌ها در پی تحریم‌های غرب علیه ایران و چین در حال انجامه و تدبیر هوشمندانه دولت مردان دو کشور حاکی از تقویت این همکاری‌های راهبردی هست. تقویت روابط و مناسبات ایران و چین به عنوان مهمترین دستور کار دو قدرت بزرگ در منطقه رو به گسترش است و تماس‌ها و گفتگوهای مقامات دو کشور از جمله رؤسای جمهور ایران و چین مهر تأییدی بر گسترش
گسترش این همکاری‌های چند جانبه با چین در تمامی زمینه‌ها، هم از اقتصادی و گردشگری تا مسائل امنیتی و منطقه‌ای هست. و عرض کنم که همکاری‌های ایران و چین در قالب برنامه‌های متعددی خودش رو نشون میده، از توانمندی ایران در تأمین اهداف سازمان شانگهای تا حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پروژه یک کمربند یک جاده، اجرای سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین، علاوه بر اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی ایران هم موقعیت بسیار مناسبی برای تداوم همکاری‌ها فراهم می‌کنه. و البته باید در نظر داشته باشیم که رو به گسترش بودن سیاست نگاه به شرق در نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا و غرب و فشار مضاعفی که علیه ایران صورت گرفت اتفاق افتاده و حالا در انجام برنامه‌های راهبردی با کشورهای مهم منطقه از جمله چین خودش رو نشون میده. اخیراً هم طی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و چین این مسئله مورد توجه قرار گرفت و شی جین پینگ رئیس جمهور چین با تاکید بر اهمیت استراتژیک روابط چین و ایران و نیز اهتمام کشورش بر تقویت و توسعه همکاری‌های کلیدی و راهبردی و امنیتی دو کشور به ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی اظهار کرد که اجرای شدن سند جامع همکاری‌های 25 ساله دو کشور گامی بزرگ در این راستا است و بر همین مبنا دستورات لازم برای توسعه روابط همه‌جانبه استراتژیک با ایران از جمله در عرصه اقتصادی رو صادر میکنم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با بیان اینکه موازنه‌های راهبردی در منطقه و جهان از غرب به سمت شرق در حال تغییر هست، گفته امروز نگاه قاطبه ملت‌های منطقه از جمله جهان عرب دیگر مثل گذشته نگاه به غرب نیست. آقای ناصر کنعانی در ملاقات علاءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین و اعضای هیئت مدیره این انجمن گفت امروز قاطبه ملت‌های منطقه نگاهی منفی به آمریکا دارند و دولت‌های عربی در حال ریل‌گذاری برای موازنه‌سازی در روابط خود با آمریکا و چین و روسیه هستند. آقای کنعانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به موضوع نگاه به شرق گفت نگاه به شرق در ایران و تقویت روابط با کشورهای شرقی از جمله چین باید یک نگاه راهبردی و نه صرفاً یک رویکرد تاکتیکی در برابر غرب باشه. همزمان که یه جبهه جدیدی در دنیا به رهبری ایران و چین و روسیه در حال شکل‌گیری هست، تنش‌ها در شرق آسیا با سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اوج خودش رسیده. وبگاه ایریا نیکی نوشته پیش از سفر پیش‌بینی شده اما تایید نشده نانسی پلوسی به تایوان، ارتش آمریکا در حال نزدیک کردن ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای خود به این جزیره است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از روز جمعه در حال تور خود برای دیدار از منطقه شرق آسیا را آغاز کرده. به دلیل احتمال سفرش به منطقه تحت مناقشه تایوان، آتش و تنش‌های جدیدی را در این منطقه برافروخته است. او پیش از این قرار بود 4 ماه قبل در ماه آوریل از تایوان دیدن کنه که به دلیل ابتلاش به کرونا این سفر لغو شد. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری پنجشنبه گذشته خودش درباره این سفر و واکنش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بهش گفت که بایدن خودش 36 سال سناتور بوده و به خوبی میدونه که در کنگره روندها چگونه کار میکند و ربطی به اون ندارد که رئیس مجلس نمایندگان به کجا سفر میکند، پس مخالفت علنی نمیکند. این موضع در حالی از سوی سخنگوی کاخ سفید اتخاذ شد که بایدن پیشتر اعلام کرده بود مقامات ارتش معتقدند سفر پلوسی به تایوان در شرایط فعلی ایده خوبی نیست و اونا از این سفر حمایت نمی‌کنند. وی به پلوسی توصیه کرده بود که به این سفر نره. پنجشنبه هفته گذشته هم شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در جریان گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا که بعد از افزایش تنش‌ها صورت گرفت، به واشنگتن صریحاً هشدار داد در قضیه تایوان با آتش بازی نکنند. نانسی پلوسی در گذشته هم در جریان سفرش به چین خبرساز شده بود. وی در 1991 در حالی که به عنوان عضو مجلس نمایندگان به پکن سفر کرده بود، به طور خودسرانه در میدان تیان آنمن این شهر حضور یافت تا در دومین سال از وقوع حادثه سرکوب مخالفان در این میدان مراسم بزرگداشتی برای اونا برگزار کنه. ارتش چین در آستانه سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اما یه فیلم هشدارآمیز در ویچت منتشر کرده.
عرض کنم که اگه چین بخواد هر گونه حمله محدود یا وسیعی رو علیه تایوان آغاز کنه یا حتی تنش‌ها با این منطقه رو در سطحی بالا تشدید کنه، پیامدهای سنگینی از این اقدام دامنگیر جهان خواهد شد. جنگ روسیه با اوکراین یک بحران دو سویه انرژی غلات رو در جهان ایجاد کرده، به این صورت که کشورهای غربی واسه کاهش توان اقتصادی روسیه صادرات انرژی این کشور رو تحریم کردن. اثر این تحریم افزایش قیمت انرژی بوده. همچنین به دلیل نقش اوکراین در بازار غلات، جنگ باعث رشد قیمت غلات شده. حالا یکی از پیامدهای افزایش تنش‌ها در تایوان میتونه بحران کمبود چیپست یا تراشه توی دنیا باشه. تایوان نقش مهمی در تولید تراشه داره و سهم بزرگی از این بازار داره که هر گونه اختلال در تولید این قطعه میتونه به فاجعه‌ای در تولید خودرو، تلویزیون، لوازم خانگی، موبایل و هر چیزی که شاید حتی فکرش رو هم نمی‌کنید بشه. حالا اگه چین قادر باشه تنش‌ها بر سر تایوان رو به خوبی مدیریت کنه، قادر خواهد بود در سطوحی مختلف میان آمریکا و متحدانش در شرق آسیا که در حقیقت سرپل‌های واشنگتن در این منطقه هستند، شکاف بندازه. برخی کشورها ممکنه با افزایش احتمال جنگ واسه اون که تبعاتش دامنگیرشون نشه از آمریکا دوری کنن. همچنین به این علت که اقدامات آمریکا در حوزه تایوان در هر صورت دارای نتایج قطعی نخواهد بود، نسبت به توانایی واشنگتن در دفاع از کشورهای شرق آسیا دچار شک و تردیدی جدی بشن. یکی از اهداف دیگه‌ای که چین از درگیری در تایوان دنبال میکنه احتمالاً پوشش افزایش بودجه و نظامی خودش هست. اگر چین به شکل ابتکاری دست به افزایش بودجه نظامی بزنه، این اقدام باعث واکنش‌های شدید و البته انفعال سیاسی پکن خواهد شد. در چنین شرایطی کشورهای دیگه هم که جزء شرکای اقتصادی پکن هستند نسبت به چین اعتراض کرده و وارد راه حل‌های آمریکا درباره این موضوع خواهند شد. اما اگه چین با انجام تحرکاتی واکنش آمریکا رو برانگیزد، میتونه افزایش حضور نظامی واشنگتن در تایوان رو به بهانه‌ای برای افزایش بودجه و قابلیت‌های دفاعی خودش بدل کنه. در شرایط تنش‌های تشدید یافته هم کشورهای شرق آسیا و شرکای تجاری چین برای آنکه از شدت تنش‌ها بکاهد، از دست دادن به همراهی با راه حل‌های آمریکا خودداری خواهند کرد. در چنین وضعیتی چین میتونه بدون مواجهه با تأثیرات شدید عملی به افزایش توانایی‌های نظامی خودش بپردازه. به هر حال باید دید که موضع ناتو در صورت بالا رفتن تنش‌ها در تایوان چه خواهد بود، خصوصا که اروپا در پی تحریم انرژی روسیه برای تأمین گاز در زمستان پیشرو به شدت تحت فشاره. دولت آلمان در پی اعمال تحریم‌های بر واردات انرژی از روسیه مجبور به آغاز خاموشی‌های شبانه در آلمان شده. به علت بحران انرژی در آلمان در پی کاهش واردات گاز از روسیه، رئیس جمهور آلمان مجبور به خاموش کردن چراغ‌های کاخ خودش در برلین شد. سنای آلمان هم خاموشی چراغ‌های 200 ساختمان و مکان عمومی در این کشور رو که از جمله نمادهای ملی محسوب میشن تصویب کرده. پیش از آغاز جنگ در اوکراین، آلمان برای تأمین 55% از گاز مورد نیاز خودش به روسیه وابسته بود، اما این میزان همکنون به 35% کاهش پیدا کرده. روسیه تا پیش از جنگ تأمین کننده 40% از گاز قاره سبز بود. تحریم های اعمال شده علیه صادرات انرژی روسیه و از سوی دیگر استفاده ابزاری مسکو از اون واسه تنبیه غرب باعث رشد قیمت های انرژی شده. تا پیش از جنگ آلمان مقادیر عظیمی گاز از طریق خط لوله نورد استریم از روسیه وارد می کرد، اما به دنبال تبعات ناشی از جنگ برلین دیگه قادر به تأمین گاز خودش از این منبع نیست. مشکل اصلی اما اونجاست که گاز برخلاف نفت و زغال سنگ داره که مشکلات بسیاری در حوزه انتقال هست. آلمان اگه بخواد خطوط لوله انتقال گاز از روسیه به خاک خودش رو تعطیل کنه، دیگه قادر نیست از کشورهای دیگه‌ای دست به واردات گاز بزنه. باید عرض کنم که آلمانی‌ها حتی اگه همین حالا هم ده‌ها کشتی حامل گاز مایع در سواحلشون پهلو بگیرند، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی نمیتونن اونا رو تخلیه کنن. تنها راه برای آلمان در این حوزه ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، استفاده از مشتقات نفتی بیشتر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و همچنین به کار انداختن مجدد نیروگاه‌های مبتنی بر زغال سنگ هست. خیلی ازتون ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و این ویدیو رو حتماً واسه دوستاتونم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.